سلام، به آپدیت این هفته خوش آمدید. من ترانه فتحعلیان هستم. سیسمونی و سیسمونی گیت دو هشتگ جنجالی این روزها. امروز به سفر پرواکنش خانواده قالیباف به ترکیه میپردازیم. درباره انتقادات و اتهاماتی که علیه شرکت اینترنتی ابراروان مطرح شده گفتگو داریم و با هم میبینیم که گروه راستی آزمایی بی بی سی چطور تصاویر جعلی مربوط به جنگ اوکراین رو پیدا میکنن و میبینیم که چرا لباس زن نماینده پارلمان بریتانیا واکنش برانگیز شده. و در آخرم با سارینا صالحی، کشتیگیر 14 ساله ایرانی و پدرش که مربیش هم هست گفتگو میکنیم. امروز و در روزهای گذشته انفجارهایی در افغانستان رخ داده و بی بی سی هم اونا رو پوشش داده. آمارهای اولیه‌ای که بی بی سی از بمب‌گذاری در مدرسه در کابل اعلام کرد به نقل از طالبان بوده و همین موضوع مورد انتقاد برخی از کاربران قرار گرفت. اونا معتقد بودند که طالبان آمار کشته‌ها را کمتر اعلام می‌کنه و بی بی سی نباید به این آمار بسنده کنه. همکارم ضیا شهریار اینجا در استودیو با ما. ضیا خوش آمدی. چه تغییری کرده نحوه اعلام آمار ما از اتفاقاتی که در افغانستان می‌افته؟ در اون دفتر بی بی سی در کابل دیگه مثل گذشته فعال نیست. پس از اینکه طالبا قدرت در افغانستان به دست گرفتن، دسترسی به اطلاعات با محدودیت‌های شدید فعلا روبرو هست. در گذشته مثلا دولت قبلی وقت حملات از این نظیر اتفاق می‌افتاد، در هر ساعت یا هر دو ساعت هر یا حداقل یک روز بعد این حملات اپدیت می‌شد. آمارش وزارت بهداشت افغانستان، سخنگویش و وزارت‌های مختلف افغانستان، بخش امنیتی دولت قبلی افغانستان، سخنگوی متعدد داشتن که اینا اپدیت می‌کردن. ولی طالبا کم رفتارشون متفاوت است، سخنگویانشون به آسانی قابل دسترس نیستن و اطلاعات هم اپدیت نمیکنن به صورت عموم. و با این وجود ما کوشش میکنیم که منابع مختلف را بررسی بکنیم. با توجه به اینکه طالبا به هر حال گروه حاکم هستند در افغانستان و اطلاعات اولیه از منابع طالبا به هر حال میآید و اینکه با این وجود ما با این آمار و ارقام که منابع طالبا ارائه میکنن با احتیاط برخورد میکنیم. آژانس های بین المللی را، نهادهای بین المللی که در افغانستان هستند، روزنامه‌نگارای محلی را، رسانه های محلی را، همه اینا را بررسی میکنیم تا اینکه بتونیم یک تصویر دقیق تر از مخصوصا از آمار کشته شده ها و زخمی ها که برای مخاطبین ما بسیار حساس است ارائه بکنیم. یعنی مثلا از جامعه جهانی، از سازمان های مثل یونیسف یا سازمان ملل و اینها هم ما کمک میگیریم؟ دقیقا در همین حمله آخر کابل یکی از منابع معتبر یونیسف یا صندوق کودک های سازمان ملل بود که اعلام کرد که حدود 9 کودک در این حمله کشته شده. چرا این دفعه این بی‌اعتمادی به وجود اومده؟ چرا این انقدر واکنش برانگیز شده فکر میکنی؟ یک دلیلش ایست که به هر حال مخاطبین اعتماد کافی بر مقامات طالبا و سخنگویای طالبا و منابع طالبا ندارن. هم از نظر از اینکه به هر حال طالبا به عنوان یک گروه، یک دولت مشروع پنداشته نمیشن و رابطه‌ای که بین به هر حال مردم و یک دولت وجود داره این رابطه وجود نداره، و هم از نظر از اینکه طالبا به هر حال امو مسلکی بودن و ظرفیت لازمه برای برخورد با چنین قضایا ندارن. خیلی ممنونم از تو ضیا شهریار همکارم. توی یکی دو روز گذشته سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه که گفته شد برای خرید سیسمونی نوه آقای قالیباف بوده، خیلی در فضای مجازی سر و صدا کرد. تصاویر هم دختر و داماد ایشون رو که می‌بینید چرخید در فضای مجازی و این خبر رو یک خبرنگار اصولگرا در توییتر منتشر کرد. پسر آقای قالیباف یک پستی در اینستاگرام منتشر کرد به نام
خطای نابخشودنی و عذرخواهی کرد و گفتش که خواهرش برای خرید سیسمونی نرفته بود، اما این سفر اون هم در چنین شرایط اقتصادی اشتباه بوده. الیاس قالیباف گفته که پدرش با چنین سفری مخالف بوده، اما این در حالیه که گفته شده همسر آقای قالیباف همراه دخترش بوده. انتقاد کاربران با هشتگ سیسمونی و سیسمونی گیت ادامه پیدا کرد. اظهارات قبلی آقای قالیباف که خانوادش رو ساده زیست میخوند بارها بازنشر شد. این یک تصویری هست از تبلیغات تلویزیونی انتخاباتی آقای قالیباف که توی انتخابات گفته بود که نماینده 96% مردمه. منتقداش پرسیدن که آیا 96% مردم از ترکیه سیسمونی میخرن؟ ولی حامیان آقای قالیباف میگن که حساب خانوادش از او جداست. در جواب این توجیه امیر حسین ثابتی مجری برنامه جهان آرا گفته که اون وقتی شهردار بوده به همسرش جایگاه حقوقی مشاور داده و نمیتونه حالا خودش رو از رفتار غلط خانوادش جدا بدونه. در جای دیگه خبرها داشتیم که افتتاح یک باشگاه ورزشی لوکس در شمال تهران با حضور چهره‌های معروف فوتبال جهان خیلی واکنش برانگیز شد. رسانه های ایران گزارش کردن که هزینه باشگاه متا فیتنس بیش از 320 میلیون تومانه. خیلی از کاربران از عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی گفتن. بعضی هم گفتن که این باشگاه پوششی برای ارتباط گرفتن افراد خاص با همدیگه به قصد کاسبی و منافع تجاری میلیاردیه. اما بعد از اینکه اعلام شد که باشگاه به دلیل نداشتن مجوز پلم شده، سپهر تارودیان که این وسط میبینین نشسته رقمهای نجومی حق عضویت رو رد کرد و گفتش که کسانی که از امنیت کشور عصبانی هستن این حرفا رو منتشر کردن. وقتی یه عده داشتن تلاش میکردن تا به کمک برق روشنایی رو به خونه های مردم ببرن، یه عده دیگه بودن که داشتن تلاش میکردن اثبات بکنن این شیطانه که توی سیم های برق در جریانه، نه الکتریسیته. اما من متاسفانه باید در سال 2022 یه کنفرانس فناوری رو با این موضوع شروع بکنم که چرا مطلقاً کلاد و شرکت های ابری نمیتونن هیچ تأثیری در محدودیت و مسئولیت های اینترنت داشته باشن. این تصویریه که عده‌ای از من و همکارانم در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت منتشر می‌کنند. به ما لقبی مثل قاتل مردم و سلاخ اینترنت می‌دهند. دروغ‌ها، تهمت‌ها و تهدیدهای باور نکردنی. شرکت‌های ابری اینجان، در لایه‌ای بعد از دیتا سنترها. پس مشخصه که نمی‌تونن هیچ ارتباطی به قطع و وصل اینترنت داشته باشن. درگاه‌های اینترنت کاملاً قابل تنظیمه. همین الان فیلترینگ ایران با ساختاری شبیه به این عمل میکنه. انگار یه دیفالت رولی وجود داره که گفته الو اینی اینی و بعد مشخص شده که چه سایت های بعد فیلتر باشن، دینای اینی تلگرام، دینای اینی فیسبوک یا هر سایت دیگه ای. خیلی راحت میتونن یه لیستی از سایت های حیاتی آماده بکنن. باز توی پرانتز لازم به توضیحه که چنین لیستی همین الان هم وجود داره و بعد مشخص بکنن در چه شرایطی این لیست از وبسایت ها در دسترس باشن یا نباشن. فکر میکنم پس خیلی روشنه که کلاد و سرویس های ابری مطلقاً حتی 0% هم نمیتونن هزینه های مادی و معنوی چنین تصمیماتی رو افزایش بدن. صحبت های پویا پیرحسین‌دون مدیر عامل شرکت اینترنتی ابرآروان رو شنیدیم. در ماه های گذشته این شرکت به دست داشتن در قطعی اینترنت در زمان سرکوب اعتراضات آبان و نقش داشتن در طرح سیانت متهم شده. ما برای گرفتن پاسخ به این اتهام با شرکت ابرآروان تماس گرفتیم اما حاضر به گفتگو نشدن. امیر رشیدی کارشناس اینترنت از نیویورک با ماست. آقای رشیدی خیلی خوش آمدید به برنامه. آیا واقعا این شرکت در قطعی اینترنت دست داشتن؟ میشه همچین چیزی گفت؟ ببینید، شما از دو زاویه میتونید به این موضوع نگاه بکنید. یک زاویه صرفاً فنی
خب از زاویه صرفا فنی مصرف کننده نمیتونه چیزی رو قطع بکنه. این شرکت ها، شرکت های ابری، مصرف کننده اینترنت هستن. اما از زاویه سیاست گذاری، اگر به سیاست های کلان ایران در توسعه شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی نگاه بکنیم و هدف نهایی این هست که تمام سرویس ها در درون ایران باشه که اگر روزی اینترنت رو قطع کردن در واقع روند کاری عادی مردم به مشکل بر نخوره، میتونیم بگیم بله در حوزه سیاست گذاری این شرکت ها در واقع کمک میکنن به اینکه قطع اینترنت با هزینه کمتری برای حکومت همراه باشه. یعنی پس این انتقادها تا جایی فکر میکنی که درسته؟ تا یه حدیش میتونه درست باشه، اما دوباره به این معنی نیست که این شرکت داره تصمیم گیری میکنه یا اقدامی رو انجام میده. یک بازی بزرگتری داره حاکمیت انجام میده که تمام این شرکت هایی که تو اونجا هستن توی این بازی هستن و این شرکت ها باید بتونن از توان خودشون، از ارتباط هایی که دارن، وقتی وزیر ارتباطات میاد توی برنامه این شرکت ها شرکت میکنه، باید بتونن از این ارتباطات استفاده کنن که روی اون سیاست گذاری اثر بذارن، برای اینکه بتونن شرایط رو در واقع به سمتی ببرن که این شبکه به این شکلی که ما الان داریم میبینیم وجود نداشته باشه. چنین چیزی برای سیاست های مثل طرح صیانت هم ممکنه که صدق بکنه؟ طرح صیانت اساسا یکی از قسمتاش همین هستش که میخواد تا جایی که میتونه سعی کنه مردم رو در داخل ایران نگه داره. من همینجا باید اینو بگم، یه زاویه دیگه هم تحریم‌های حوزه تکنولوژی هستن. یعنی اگه شما فرض کنید فردا تمام این شرکت ها جمع بشن برن و وجود خارجی نداشته باشن، مسئله اینجا هست که یک نیازی رو اینا دارن پاسخ میدن. یعنی اگه اینا نباشن، مردم برای تامین نیازهاشون باید برن خارج از کشور. خارج کشور تحریمه و اون سرویس ها رو به مردم نمیدن در خارج از کشور. بنابراین ما با یک شرایط پیچیده طرف هستیم، از یک طرف حکومتی که داره یک سیاستی رو میبره جلو و از یک طرف تحریم ها و نقش این شرکت ها. این شرکت همچنین متهم بوده به کمک کردن به شنود و دادن اطلاعات به حکومت. چنین چیزی امکان پذیره؟ درسته؟ این در واقع از بحث قراردادی میاد به نام ابر ایران که در واقع دولت دوم آقای روحانی میخواست یک سرویس ابری رو اندازی کنه، مناقصه ای گذاشت، این شرکت و چند شرکت دیگه تو مناقصه برنده شدن، قراردادش به شکل عمومی منتشر شد. یک بند اون قرارداد داره میگه که اگر ما از شما داده ای رو خواستیم، شما باید اون داده رو به ما بدید، اما مشخص نمیکنه که به چه شکلی، سازوکارش کیه، این ما کیه، پلیس، قوه قضاییه است، نهادهای امنیتیه. بنابراین این ادعا برمیگرده به اون بندی که در اون قرارداد وجود داره و خب تلاش برای شفاف سازی هم به شکل خوب و دقیق انجام نگرفته. چه انتظاری میشه داشت از شرکت هایی که دارن چنین فعالیتی میکنن؟ فکر نمیکنم که این شرکت هم تنها شرکتی باشه که چنین فعالیتی میکنه. چه انتظاری میشه داشت ازشون؟ ببینید، همین شرکتی که داریم جوش صحبت میکنیم اقدامای مثبتی هم انجام داده. مثلا تنها شرکتی در ایران که داره گزارش شفافیت منتشر میکنه همین شرکت هستش. شما اون گزارش رو اگه ببینید، حداقل میتونیم بفهمیم که چه میزان درخواست دولت از این شرکت ها کرده برای دادن داده و چه میزان داده اینا تحویل دادن. یا مثلا راداری که درست شده برای اینکه مردم بتونن ببینن که وضعیت اختلال یا قطع اینترنت به چه شکل هستش. من فکر می‌کنم امثال این کارها رو همه شرکت های تو ایران میتونن انجام بدن، قدم های مثبتی هست. و از طرف دیگه تلاش بکنن تا با شکل دادن، مثلا کاری که فیسبوک کرد، اوورسیز بورد درست کرد، یعنی یک گروه مستقل مورد اعتمادی رو به وجود آورد که بتونن اون گروه بررسی بکنن عمل کرد رو، توصیه بدن که این چیزو عوض کنین، اون چیزو بهتر بکنین. من فکر کنم با روش‌های از این دست میشه اعتماد به وجود آورد، میشه همکاری کرد، میشه بیشتر جامعه مدنی رو درگیر کرد و رو سیاست‌گذاری‌های کلان اینترنتی تا حدی با توجه به در نظر گرفتن شرایط ایران میشه اثر گذاشت. خیلی ممنون از شما. امیر رشیدی با ما بودن. اخیراً نماینده زن حزب کارگر بریتانیا به خاطر حضورش در پارلمان با لباس ورزشی در توییتر مورد انتقاد قرار گرفت. همکارم فرن تقی‌زاده اینجاست تا برامون بگه فرن چی بوده داستان؟ ببین، این نماینده حزب کارگر بریتانیا خیلی کلن حرکتایی که میکنه از سالهای گذشته واکنش برانگیز میشه تو شبکه‌های اجتماعی و بحث ایجاد میکنه در این جامعه. خانم استلا کریسی
چند وقت پیش پارسال فرزندش به دنیا میاد، در اون عکسی که این سمت تو هستش میبینیم، و بچهش رو که 3 ماهه بوده با خودش میبره در پارلمان بریتانیا. تو جلسه بحثی که وجود داشته بچه ساکت بوده و خوابیده بوده و هیچ سر و صدایی نمیکرده. این عکس خیلی منتشر شد و انتقاد کردن که نماینده پارلمان نباید به بچهش حضور داشته باشه، و از خود پارلمان یه نامه براش اومد که طبق قوانینی که ما درون خودمون داریم، حتی در این جلسات هم نباید با کودکتون بیاد و کودک نباید حضور داشته باشه در جلسات. همین باعث شد که خانم کریسی بیاد و نامه رو منتشر کنه در توییت خودش و بگه که آقا داریم در قرن 21 زندگی میکنیم و در قرن 21 حتی زنان مادر هم حتی در پارلمان بریتانیا هنوز شرایط شغلی مناسبی ندارن و سخت کار کردن براشون و شرایط برای من مهیا نیستش. و این بحث خیلی زیادی رو تو جامعه ایجاد کرد. در کشورهای دیگه هم تا اون زمان دیده بودیم که بعضی از نماینده ها با بچه هاشون رفتن و همون عکس هم خیلی اتفاقا خبرساز شده در جاهای مختلف دنیا. از این عکس که بگذریم میرسیم به این که تو اولش گفتی که ماجرای جدید این هستش لباسش. در حقیقت این عکس رو یکی منتشر کرد، این توییت هستش که انتقاد برانگیز شد، بعد خود خانم کریسی اومد بهش جواب داد. در بی بی سی پارلمان یه کانال تلویزیونی هستش که تمام جلسات پارلمان رو به صورت زنده نشون میده. یک لحظه از شاتی که دوربین نشون میداد خانم کریسی رو اینطور نشون داده که کوله پشتیش داره. آره این کوله پشتیش هست، مشکیه، لباس راحتی پوشیده، به نظر میاد که مثلا شلوار ورزشی هم تنشه. در این توییت نوشته که خب اینقدر راحت لباس پوشیدی، سرت هم که تو موبایلته، انگار که مثلا وایسادی توی یه ایستگاه اتوبوس منتظری که اتوبوس بیاد. خیلی انتقاد کردن از خانم کریسی و گفتن که الان تو جایگاهی که حضور داری بعد یه سری قواعد رو رعایت کنی، ازت انتظار میره که با لباس مناسب‌تر رسمی‌تر بیاد. خود خانم کریسی به این توییت جواب داده، دوباره اینو ری توییتش کرده و گفته که ما در چه جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم الان؟ پس اگر که داریم به من انتقاد می‌کنید که من یک نماینده زنی هستم که با شلوار رفتم توی پارلمان، پس این اشکال داره. خوبه حالا تو این تصویر ندیدین که من کفش بدون پاشنه‌ام پام هستش و پاشنه بلند نپوشیدم. و این یه بحثی رو کلاً دوباره ایجاد کرده که مخالفان و موافقان خانم کریسی دارن در موردش صحبت میکنن. در کنار همه اینها به نظر میرسه که خانم کریسی داره این بحث ها رو تو جامعه ایجاد میکنه که فضا رو برای حضور زنان در چه پارلمان چه فضای سیاسی جامعه آماده تر کنه، یا یه فکری رو تو جامعه ایجاد کنه. به خاطر اینکه حزب کارگر الان در انتخاباتی که به زودی قراره که برگزار بشه، انتخابات شوراها، اومده یه کمپینی هم راه انداخته که داره فوکس میکنه، تمرکز میکنه روی مادرهایی که در خونه هستن، و این مادرها رو داره دعوت میکنه که شما هم میتونید جایگاهی در پارلمان داشته باشید. خیلی ممنون از تو فرن تقی‌زاده همکارم. از زمان شروع حمله روسیه به اوکراین، روایت ها، تصاویر و ادعاهای زیادی درباره وضعیت جنگ منتشر شد که خیلی هاشون غیر واقعی بودن. با هم ببینیم که بی بی سی چطوری ادعاها و تصاویر رو راستی آزمایی میکنه. سعی میکنم بفهمم که واقعا تصاویر مربوط به چیزیه که ادعا شده. اول تصاویر رو جستجوی برعکس میکنیم. این کار کمک میکنه که بفهمیم این تصاویر جای دیگه هم منتشر شده و یا اینکه میتونه قدیمی باشه. جستجو نشون میده که این خرابی ها مربوط به کتابخونه چرنیهوفه.
اوکراین بارها روسیه رو متهم به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در مناطق مسکونی کرده و روسیه اون رو رد می‌کنه. ادعا شده که این حمله نشون میده که بمب خوشه‌ای در خارکیف استفاده شده. ما از متخصصان تسلیحات خواستیم تا تصاویر رو بررسی کنن. اونها گفتن که الگوی انفجارها مثل عملکرد بمب‌های خوشه‌ای. همچنین روی ویدیو یک تاریخ درج شده که بر اساس آن می‌تونیم زمان و مکان مشخصی رو جستجو و بررسی کنیم. این بمب کوچک باقی مونده از یک بمب خوشه‌ای که در اون محله پیدا شده. روی اون تاریخ تولید 2019 دیده میشه. با بررسی متادیتای تصاویر اصلی تونستیم ثابت بکنیم که عکس تقریبا همون زمان گرفته شده و احتمالاً سلاح برای روسیه است. چون این سلاح از سال 2012 به بعد به اوکراین فروخته نشده. Why? Because these weapons stopped being sold to Ukraine in 2012. سارینا صالحی کشتیگیر 14 ساله ایرانیه که توی آلمان فعالیت میکنه. سارینا در 8 ماه گذشته در 2 مسابقه در آلمان مقام کسب کرد و الان هم به کمک پدرش که مربیش هم هست داره برای مسابقات آینده آماده میشه. ما از سارینا و پدرش سوران صالحی دعوت کردیم که بیان و باشون یه صحبتی بکنیم. به هر دوتون خیلی خوش آمد میگم. آقای صالحی، سارینا، خیلی خوش آمدید به برنامه. اول با سارینا من شروع میکنم. تو با کاراته شروع کردی در ایران، اگر که اشتباه نکنم، وقتی که در ایران بودی با کاراته شروع کردی و بعد کشتی. برامون یکم بگو چی شد که کاراته و چی شد کشتی؟ سلام، من وقتی که مهدی کودک میرفتم برای من بود و تو ژیمناستیک ثبت نام کرد. تقریبا یک سال ژیمناستیک کار میکردم که طبقه پایین باشگاه کاراته بود برای بانوان، که همیشه من بعد تمرین میرفتم و نگاه میکردم به خاطر اینکه رشته رسمی رو خیلی دوست داشتم. و این بود که تو کاراته پدرم من رو ثبت نام کرد و تا کمربند بنفش رو هم گرفتم. آفرین بر شما. فکر میکنم که پدر بزرگترین مشوقت بوده، میشه اینو گفت؟ بله همینطوره. و آقای صالحی، شما الان خودتون مربی کشتی تیم زنان هستین، چی شد که انتخاب کردین که به تیم زنان آموزش بدین؟ اول پیش از هر چیزی سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. عرضم به حضور شما، من رشته خودم کشتی آزاد بود که از 2004 به بعدم کشتی زنان المپیکی شد و همین کشتی آزاد مردانه که زنان کشتی میگیرن و به خاطر همینم که سارینا علاقه زیادی به کشتی داشت، منم مربی کشتی زنان هستم الان. پس به خاطر دخترتون رفتین سراغ آموزش به کشتی زنان. آفرین بر شما. سارینا، شما خب الان چند وقته که داری کشتی به صورت حرفه‌ای دنبال میکنی و خیلی ها فکر میکنن که این ممکنه که ورزش مردونه‌ای باشه، ورزش های رزمی، و مثلا خیلی میگن که ورزش مردونه‌ایه برای خانمانیست. جواب تو چیه؟ به نظر من این درست نیست و اینکه کشتی اصلا خشن نیست. کشتی مثل رشته های دیگه ای که رزمیان هیچ آسیبی بهت وارد نمیشه، یعنی باید سنگین هست کشتی، ولی اون فنی رو که یاد میگیری باید با قدرت بزنی، هیچ ضربه‌ای به کسی وارد نمیشه. و اینکه هر کاری که مردا میتونن بکنن خانوما هم میتونن. خیلی عالی. چه به نظر خودت چه فرقی میکرد ورزش توی ایران، کار رزمی توی ایران، با کاری که الان داری میکنی توی آلمان؟ خب تو ایران یکم شرط سخت‌تره. مثلا هیچ کسی نمیتونه کشتی کار کنه تو بانوان تو ایران به خاطر اینکه ممنوعیتایی هست و من کاراته انتخاب کردم، ولی همیشه تو ذهنم بود که کشتی رو میخوام، من یه زمانی باید کشتی کار کنم. ولی اینجا تو آلمان خب راحت‌تره، همه آزادانه میتونن چیزی که دوست دارن دنبال کنن و کشتی رو میتونن راحت تو باشگاه‌ها با پسرا مسابقات برن. این خیلی راحته و خیلی خوبه. چه مسابقه هایی داشتی تا الان و چه مسابقه هایی در پیش داری؟
تو رشته کشتی من دو تا مسابقات حالا رفتم شرکت کردم، یکی اوپن زنان بوده زارلند، من مقام سومو کسب کردم و دومی مقام دومو کسب کردم تو دورماین، تا به فینالم رسیدم ولی 8-2 هم جلو بودم، ولی به خاطر اشتباهی که خودم کردم، فنی که خودم زدم، زیر افتادم و دیگه باختم. یه مسابقه دیگه هم هستش که 30 آوریل هستش، تیم ما دعوت شده و توی هورنبرگ هستش، مسابقات بین المللیه، ما اونجا شرکت میکنیم و انشالله به خوبی پیش بره و مقام خوبی کسب کنیم. خیلی برات آرزوی موفقیت میکنم. آقای صالحی، شما اگه بخواید انتخاب بکنید بیشتر پدرین یا بیشتر مربی توی تمرینات؟ والا من در کشتی مربیم، اصلا به عنوان یه مربی سختگیر باش کار میکنم، خارج از تمرینات و خارج از باشگاه پدرم، ولی کلا این 3 سالی که از تو اروپا زندگی میکنم خیلی ممنون. شاید بگم هر روز من با سارینا خیلی ممنونم از هر دوی شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم و مرسی که تشریف آوردین و ممنونم از شما و همراهیتون. امیدوارم که از برنامه خوشتون اومده باشه. اگر که داستانی دارین که میخواید با ما اشتراک بذارین، اون رو به همگیرهای ما بفرستین. آخر هفته خوب داشته باشین. خداحافظ.